سلام دوستان عزیز، امروز قصد دارم تمرکز کنم روی ارز دیجیتال پولکادات یا دات. اول میریم سراغ سایت کوین مارکت کپ و ببینیم که چه اطلاعاتی رو میشه به دست آورد و توی واچ لیستش یا لیست حالا انتظار یا هر چیزی لیست مشاهدات 827 هزار نفر حدوداً توی واچ لیست قرار دادنش که عدد بالایی، رنگش 8 هست که خیلی خوبه. میریم سراغ اطلاعات دیگه از پولکادات. تو قسمت مکس سوپلای و توتال سوپلای، مکس سوپلای رو نیاورده. توتال سوپلای 1,103,471 هستش و سیرکیولیتینگ سوپلای یا در گردشش تقریبا 987,000,000، خیلی نزدیک هست به توتال سوپلای. بعدش ببینیم که در مورد مارکت کپش چی گفته. 41 میلیارد دلار، عدد خیلی بالایی هست، یعنی تونست رشد چشمگیری رو تجربه کنه. و اگه نمودارش رو به صورت کلی بخوایم ببینیم، بله رشد خیلی زیادی رو نشون داد. میشه گفت که البته ارز تقریبا جدیدی به نظر میاد و ناگهان خودش رو نشون داد، یه جایی هم میشد دوباره خرید کرد و رشد رو به سمت بالا ادامه داد. البته توی این سایت نمیبینم که هنوز به ماکسیموم رسیده باشه. ببینیم که در آینده آیا مارکت میخواد به سمت بالا پیش بره یا اصلاحی رو خواهد داشت. ضمناً میریم ببینیم که آیا ایونتی داره و به چه شکلی هست ایونتاش. همونجور که مشاهده می‌فرمایید سه تا اپکامینگ ایونت یا رویدادهایی که در آینده قرار رخ بده اومده. ببینیم آیا تخصصی خود پولکادات هست یا مشترکه. یه دونه رو سیگنیفیکانت نوشته. خب ببینیم که به چه شکلیه از بین این ستا. خب یه دونه پاراچینش هست که جزء اونایی هست که مهم هستن، یه دونه هم دیگه پولکا سیتی و وان، یه دونه دیگه یعنی دوتایی با هم مشترکن که توضیحش نوشته که پولکا دات اینتگریشن کوارتر 4 یا 3 ماهه 4 2021 قرار اتفاق بیفته. قبلی هم که موشن 118 consisting of 2 batch calls etc. ولی خب این اتفاق مهمیه، پاراچین که خیلی سرصدا کرده، تاریخش هم 11 نوامبر. بعدش دومی هم که 31 دسامبر انتهای 2021 یا زودتر و یه دو هم 30 ژوئن 2022 یا زودتر X-Cure Integrate Dots که این هم اتفاق جالبیه. ممکنه اینها بتونن قیمت پولکادات رو یه پامپی به وجود بیارن. احتمالا پاراچین تونسته قبلا یه پامپی به وجود بیاره، ولی خب پولکادات در کل ارز قدرتمندی، این که کجا باید خرید و اینها باید تکنیکالش رو خودتون بررسی کنید یا از شخصی که تکنیکال ها رو توضیح میده بپرسید یا اینکه بمونید که بازار دامپ بشه. وبسایت پولکادات هستش، میتونیم فعلا وبسایت رو با هم دیگه تماشا کنیم، ببینیم که گرافیکش چه شکلیه، چه توضیحاتی دادن، چه شعاری داره. All systems go،
همه سیستم ها رو با هم جمع کرده. The wait is over، دیگه نوبتش شده و پاراچین لانچ is here، قرار پاراچین که با هم دیدیم لانچ بشه. بعدش یه سری توضیحات و مفاهیمی رو آورده که تخصصی تره. بعدش ببینیم تیمش به چه شکلیه. سه تا موضوع مهم رو آورده: گاورننس، استیکینگ و باندینگ، که توی متن فارسی بررسی خواهیم کرد که اوپن سورس هستش این پروتکل و برای همه ساخته شده. و یه نکته مهم بحث وب 3 ها هست. ارزهایی که وب 3 هستن، چون همونجور که میدونید بعد از وب 1 و وب 2 کم کم ارزهای وب 3 و یا اینترنت نسل 3 به وجود خواهد اومد. پس ارزهایی که وب 3 هستن سرصدای زیادی خواهند کرد در آینده، اونجور که پیش بینی میشه. و ما یه سازمانی داریم به نام وب 3 وب 3 فاندیشن، بعدش که بعداً بیشتر خواهید شنید. بعدش یه مقدار میریم جلوتر ببینیم که چه مطالبی رو گذاشته. شبکه های اجتماعیش رو قرار داد و تقریبا وبسایتش به صورت ساده طراحی شده. وایت پیپر داره بالا، لایت پیپر هم داره. خیلی جالبه، کلمه لایت پیپر رو اولین بار من میبینم. و مطالب دیگه، کانتکت رو با هم دیگه کلیک کنیم ببینیم که چطور میشه تماس داشت با تیم پولکادات. خب میریم بعدش متن فارسی برای آخرین بخش از این کلیپ. گفته که پولکادات چیست؟ همه چیز درباره اینترنت بلاکچین ها. بعدش بستری برای ساخت برنامه های کامپیوتری غیر متمرکز بدون خطر توقف یا دستکاری، تراکنش های فوق سریع و ارزان، رقیب اتریوم، شبکه‌ای با هزاران بلاکچین و ارز دیجیتالی که در رتبه های بالای بازار قرار گرفته است و سرمایه گذاران زیادی منتظر جهش نجومی آن هستند. همه این عناوین مربوط به پولکادات هستند. پولکادات نسل جدید پروتکل های بلاکچین است. این پروژه سعی دارد شبکه واحد از بلاکچین های هدفمند و یک پارچه ایجاد کرده و از این طریق بر مشکلات مقیاس پذیری، کندی و پرهزینه بودن تراکنش ها و تعامل پذیری در فضای ارزهای دیجیتال غلبه کند. خب بریم تیتروار ببینیم که چه مطالبی رو آورده. پولکادات کلیدی برای حل مشکلات بلاکچین، که یک شبکه هزاران بلاکچین، هر بلاکچین یک نقطه. خب گفته که نسل اول بلاکچین دفتر کل ساده‌ای که سابقه تراکنش‌ها را ذخیره می‌کند، بیت کوین. نسل دوم بلاکچین پشتیبانی از قراردادهای هوشمند اتریوم. نسل سوم بلاکچین و زنجیرهای موازی، مقیاس پذیر و مرتبط به یکدیگر پولکادات. خیلی جالب میشه گفت که طبقه بندی کرده و گفته که نسل سوم بلاکچین رو تشکیل میده پولکادات. هدف نهایی پولکادات تبدیل شدن به اینترنت بلاکچین هاست، بلاکچین هایی که میخواهند به طور یک پارچه با یکدیگر ارتباط داشته باشند. مزیت های پولکادات نسبت به سایر بلاکچین ها که نام برده: مقیاس پذیری، قابلیت ارتقای شبکه بدون انجام هارد فورک، مدیریت شفاف و غیر متمرکز، تعامل پذیری و ارتباط میان زنجیره‌ای. که بعداً اومده
تک تک توضیح داده. به عنوان مثال مقیاس پذیری یا همون scalability توی کارت سبز نوشته مقیاس پذیری به توانایی بزرگ شدن و افزایش ظرفیت یک سیستم در هنگام افزایش پردازش ها گفته می شود. روش کنونی سینگل ترانزکشن، فقط یه ترانزکشن وجود داره یا همون انتقال توی پولکادات متد پولکادات مولتی پارالایز ترانزکشنز. تو روش پولکادات انتقالاتی که انجام میشه به صورت چند لاین موازی هستش. قابلیت ارتقاء شبکه بدون انجام هارد فورک، اینکه بدون انجام هارد فورک توضیحش میگه که امروزه همه ما به استفاده از برنامه ها، بازی ها و مرورگرهایی عادت کردیم که به صورت خودکار و منظم به روز رسانی میشوند. توسعه دهندگان باگ های نرم افزاری را کشف کرده و پیش از آن که باعث مشکل شوند آنها را برطرف میکنند. همچنین با پیشرفت فناوری و کشف راهکارهای بهتر قابلیت های جدید در قالب بروزرسانی ها به برنامه افزوده می شوند. توی بلاکچین هم این کار کردن که دیگه هارد فورک لازم نشه. مدیریت شفاف و غیر متمرکز، تعامل پذیری و ارتباط میان زنجیره‌ای. و این هم تیم پولکادات، ببینیم چه اشخاصی هستن. اگه اشتباه نکنم گوین وود از هم بنیانگذاران اتریوم و نویسنده مقاله فنی این شبکه که پس از اختلاف نظر اتریوم را برای ایجاد پولکادات ترک کرد. بنیاد وب 3 و تری فاندیشن وظیفه توسعه و حمایت پولکادات را بر عهده دارد. در مورد بنیاد وب 3 گفته که به طور کلی می توان محورهای اصلی فعالیت بنیاد وب 3 را در موارد زیر خلاصه کرد. فناوری‌های نوآورانه در زمینه بلاکچین، پروتکل‌های پیام‌رسانی رمزنگاری شده، زیرساخت‌های شبکه‌سازی همتا به همتا، مکانیزم‌های اقتصاد کریپتو که نام برده داو و داک، سیستم‌های ذخیره و انتشار داده مانند IPFS. دکتر گرین‌وود، تلفظش گوین‌وود، پیتر چابان یا چابن و رابرت هابرمایر ستن از ایده پردازان و بنیانگذاران اصلی پولکادات هستند. پس تلفظش از گوین‌وود. بعدش کیف پولها و نحوه خرید ارز دیجیتال دات رو توضیح داده. بعدش در مورد حاکمیت شبکه، سهام‌گذاری یا استیکینگ و وثیقه‌گذاری یا باندینگ توضیح داده. فراموش نکنید سرمایه‌گذاری روی پولکادات مانند هر سرمایه‌گذاری سالم دیگری همواره دارای ریسک است و قبل از هر اقدامی باید تحقیقات کامل صورت بگیرد. وبسایت ارز دیجیتال هیچ توصیه‌ای برای سرمایه‌گذاری در پولکادات و سایر ارزهای دیجیتال ارائه نمی‌کند. همینجور بنده هم فقط برای آشنایی با پولکادات این کلیپ رو ساختم و هیچ سیگنال خرید و فروشی نیستش و هیچ مسئولیتی رو نمی‌پذیرم. اینها هم نام کیف‌های پول هست که مشاهده می‌فرمایید و معروفشون میتونم بگم که تراست ولت هستش. بعدش سیفل، اتمیک ولت رو میبینیم و ارزهای دیگه، ببخشید و کیف پولهای دیگه. متامتسک رو نام برده. سوایپ گفته که بعدش خب بحث کیف پول رو هم گفته که ما باز نمیتونیم بگیم کدوم کیف پول حالا امنیتش و غیره بیشتره که خودتون تحقیق کنین. و نحوه خریدش هم که حالا یا ایران هستید و از سایت های ایرانی با ریال و کارت بانک استفاده میکنید یا میتونید از بایننس استفاده کنید اگر خارج کشور هستین و یا اکانت وریفای شده دارین.
پولکادات چگونه کار میکنه؟ تر گرافیکی از ساختار پولکادات کهکشانی با هزاران سیاره و زنجیرهای موجود در شبکه پولکادات ریلی چین، بعدش پاراچینز که ما توی رویدادها کلمه شو دیدیم، پارا ثرید، بعدش بریجز، ریلی چین، تصویر شماتیک از نحوه ارتباط زنجیرهای مختلف در پولکادات. مشارکت کنندگان در شبکه پولکادات، بعدش نودهای اعتبار سنج، والیدیتورز، نودهای رابط، کولیتورز یا کولاتورز، نودهای گزیننده، نامینیتورز، نودهای ناظر، فیشرمن و توضیحات تخصصی در مورد پولکادات و نقشه راه پولکادات. یه سری فازها داره که فاز اولش اثبات مفهوم بود، مه 2018، تستنتش بی بی کیو برچ کم کم پیشرفت کرد و اتفاقات جالبی برای پولکادات افتاد. فعالسازی عملکردهای اصلی شبکه، فاز فعلی، جمع‌بندی. توی جمع‌بندی ببینیم چی گفته. شبکه پولکادات به گونه‌ای طراحی شده است که برای پروژه‌های بلاکچینی عمومی، خصوصی و سازمانی قابل استفاده باشد. تعداد پروژه‌های فعال در اکوسیستم پولکادات در زمان نگارش این مقاله آذر 1399 310 مورد است که از این میان می‌توان به پروژه‌های مشهور آینده‌داری همچون چین لینک، پلاس، ماکروپولیس و آکالا اشاره کرد. این هم انتهای این کلیپ. سپاس از همراهیتون.